داستان را از زبان ساغر می شنویم. 4 ماه بعد، مشغول ترسیم یک الگوریتم بودم و تمام سعیم بر این بود که تمام حوادث و اتفاقات را به هم ربط بدهم. سخت ذهنم درگیر افکار نابسامان و گیج کننده ام بود که با شنیدن صدای در اتاق رشته افکارم از هم گسیخت. پشت بندش صدای پدرم بلند شد که گفت: ساغر جان، بابا. لبخندی روی لبهایم نشست، از اینکه بدون جواب گرفتن پا به اتاقم نمی گذاشت. گفتم: بفرمایین بابا. با سینی چای وارد اتاق شد و بعد از گذاشتن لیوان چای روی میز عمیق نگاهم کرد و گفت: خسته نباشی دخترم، خبر خاصی نشد؟ انگشت های دو دستم را کمی خم کردم و روی میز ضرب گرفتم. لبهایم جمع شد و در جوابش سری تکان دادم و گفتم: ممنون، نه فعلا خبر خاصی نشده، دارم کامل روی ماجرا کار میکنم و از تمام زوایا به مسئله نگاه میکنم. بعضی چیزا مجهول موندن، باید واسهشون یه جواب پیدا کنم. دستش رو به لبه میز بند کرد و نگاه همیشه پر امید و روشنش دلم را گرمتر کرد. گفت: موفق باشی، انشالله هرچی زودتر به نتیجه برسی. دستم را روی دست همیشه حامیش گذاشتم. شکر کردن هم کم بود برای داشتن و لمس بودنش. گفتم: خیلی ممنون، همین حمایت‌های شما و مامان باعث دلگرمی منه. چهره اش هم رنگی از امید داشت و هم غم. کمرش رو خمتر کرد و گفت: هر کاری میتونی و از دستت برمیاد انجام بده. اول صبح خانم راد بازم اومد دم در و التماس دعا داشت. خدا عاقبت اون پسرم ختمه به خیر کنه. نگاه عسلی خانم راد و غمی که میان اشکایش همیشه گی شده بود دلم را به درد آورد. دستهایم را زیر چانه زدم و فکر به پرونده ذهنم را بیشتر به هم ریخت. زمزمم ناخواسته بود که گفتم: بنده خدا چقدر خودشو اذیت میکنه. فنجان چایی که جلوی دستم قرار گرفت، نگاه از خط خطی های روی کاغذ گرفتم. نگاه پر عطوفت بابا را به خود دیدم و صاف نشستم. گفت: چای تو بخور تا سرد نشده. پلک زدم و فنجان را برداشتم و گفتم: چشم. هنوز جرعه اول از گلویم پایین نرفته بود که صدای گوشیم بلند شد. سرم را روی گوشی خم کردم و با دیدن اسم استاد سریعتر آن را برداشتم و تماس را وصل کردم. گفتم: سلام استاد، خوبین؟ گفت: سلام، ممنون. سعیدی، این پرونده امیرعلی رادو به کجا رسوندی؟ همه منتظر قدم برداشتن‌های معجزه‌وارم بودند و من هنوز به جوابی لایق تحقیق نرسیده بودم. به اشکال فرضی که کشیده و به هم ربطشان داده بودم خیره شدم. با توجه به تمام حدسیاتی که داشتم، قطعات پازل هنوز تکمیل نبود و یک جای کار میلنگید. صدایم رنگی از بیم و امید به خود گرفت که گفتم: استاد، فعلا نتیجه خاصی نگرفتم. از آخرین جلسه دادگاه که حکم به قتل عمد داده شده بود و اعتراضی که من روی پرونده گذاشتم حدوداً 30 روزی میگذره. هنوز منتظر جواب دیوان عالی هستم، ولی بازم دارم به صورت جدی همه جوانب رو در نظر میگیرم و طبق مدارک پیش میرم. فردا هم از بازپرس پرونده اجازه گرفتم که یک سر به محل وقوع حادثه بزنم. امیدوارم که نتیجه بخش باشه. استاد گفت: باشه، پس بازم ازت خبر میگیرم. موفق باشی، تلاشت هم قابل تحسینه. وقت بخیر. تشکری روی زبانم آمد و گوشی را قطع کردم. کسی در اتاق نبود. اصلا متوجه رفتن بابا نشدم. از پشت میز بلند شدم، عینک مطالعه را از روی چشم‌های خستم برداشتم.
همانجا روی برگ‌ها رهایش کردم و نفس عمیقی کشیدم. فعلا مغزم خسته تر از آن بود که جوابی به تلاش هایم بدهد. ناچار راهی پذیرایی شدم که بابا را مشغول تماشای اخبار شبانگاهی دیدم. سرکی به آشپزخانه کشیدم. مادرم مشغول چیدن میز شام بود که چشمش به من افتاد و با لبخند گفت به به، خانم وکیل ما بالاخره از اتاقش بیرون اومد. به سمتش رفتم که با نزدیکی بینمون با حالت دلسوزانه ای خیره چشمهای سرخم شد و گفت ساغر جان، مامان، خواهشن دیگه وقتی میای خونه فکرتو مشغول این پرونده ها نکن. همون دفتر کارت واسه بررسی این کارا کفایت میکنه. اینجا باید دوره هم باشیم و از کنار هم بودن لذت ببریم. به حرفای قلمبه سلمبه و جالب مادرم که گوش دادم خندم گرفت. از پشت به آغوش کشیدمش و با بوسیدن گونهش کنار گوشش آرام حرف زدم. قربون مامان کارشناس مسائل خونوادم برم من. برو پیش بابا بشین، بقیه کارهای شام با من. دستهایش را روی دستهای حلقه شده ام دورش گذاشت و نوازشش چه خوب بود وقتی که آرامم میکرد. گفت نه مادر، تو خسته ای. گفتم چه خسته ای، مگه کوه کندم که خسته باشم؟ شما برو یه دل بده، دو تا قلوه بگیر از پدر محترمم، منم بقیه کارا رو ردیف میکنم. ضربه کمجانی پشت دستم زد و من با دستهای بالا برده تسلیم بودن محض خودم را به اون نشان دادم که سرش چرخید و متفکر پرسید راستی روی چه پرونده‌ای داری کار میکنی که همه وقت تو اتاقتی؟ ظرف سالاد و از یخچال بیرون آوردم. مطمئن بودم قیمه مامان بدون سالاد میز رو نمی آراید. هویج‌های رنده شده چشمکی به من زدند. دور از چشم مامان مقداری رو از گوشه ظرف برداشتم و در دهان گذاشتم. لبه بالایی صندلی رو گرفتم و بدنم رو کمی کشیدم. جنبیدن دهانم که تمام شد به مامان چشم دوختم که نمک خورش رو می چشید. گفتم پرونده امیرعلی راد. گفت همین پسر همسایه بالایی که مامانش میاد جلو در رو پیگیر کاراشه. باز هم اون را در آغوشم میچلانم و این بار گونه راستش را بوسه باران میکنم و گفتم آره قربونت برم، تازه یه سری سرنخ گیرم اومده. مامان دعا کن که جواب بده. گفت امیدوارم مشکل این جوونم حل بشه و اولین پروندت با خوشی بسته بشه. گفتم ممنون، حالا دیگه تو برو بشین، همه چی رو که چیدم صداتون میزنم. گوشی در حال زنگ خوردن را روی داشبورد گذاشتم که تماسم وصل شد. بفرمایید. ماشین رو روشن کردم و جواب دادم سلام آقای امیری، خوبین؟ سعیدی هستم، وکیل آقای راد. مکس کرد و انگار مرا به یاد آورد و گفت بله در خدمتم. به راه افتادم و کیفم را روی صندلی کنار دستم قرار دادم. گفتم خواستم بدونم هماهنگی انجام شد برای بازدید از محل وقوع جرم، چون میخوام در صورت امکان امروز برم. آقای امیری گفت هماهنگی که انجام شده، ولی به نظر من چندان فایده ای نداره. حدود چند ماه از زمان وقوع عمل قتل میگذره و بازدید الان شما فکر نکنم کمک زیادی به روند پرونده بکنه. کاش تخم ناامیدی در دلم نکارد. فکر میکنم در چنین شرایطی فقط سماجتم کمک کننده است. گفتم بله میدونم شاید کمکی نکنه، ولی اگه لطف کنید مجوز این بازدید رو صادر کنید واقعا ممنون میشم. هرس خوردنش اونقدر مشخص بود که حتی از پشت گوشی هم میتوانستم پلک روی هم فشردن و بازدم عمیق و کشتارش را حس کنم. گفت مجوز صادر شده خانم سعیدی، امیدوارم این همه اصرار ته چیزی داشته باشه. خدا نگهدار. همین بود. لذت بخش ترین حس را زمانی تجربه می کردم که روی خواستم پافشاری داشتم. ممنونی گفتم، گوشی را هم روی کیف پرت کردم. نفس عمیقی کشیدم و برای این موج منفی بافی بازپرس که در حال انتقالش به من بود
پوفی کشیدم و با دیدن چراغ سبزی که زود جایش را به زرد و قرمز داد لبهایم آویزان شد و فقط همین معطل ماندن ها را کم داشتم. بالاخره رسیدم. نگاهی به ساعتم انداختم. هنوز تهمانده امیدم برای به موقع رسیدن را از دست نداده بودم. جلوی در یک مرد با کت و شلوار ایستاده و آن طرف خیابان هم یک راننده پشت فرمان ماشینی با پلاک نظامی منتظر بود. کیفم را سریع برداشتم و پیاده شدم. مرد با دیدنم قدمی به طرفم برداشت و با نزدیک شدن به من گفت: خانم سعیدی؟ بازپرس مهربان شده بود که خبر حضورم را داده بود. لبخند پر رنگ و لعابی زدم و گفتم: بله خودم هستم. با دست به در نیمه باز اشاره‌ای کرد و خودش جلوتر رفت و گفت: بفرمایید خانم از این طرف. وارد حیات بزرگی شدیم که این وسعتش در شب به نظرم کمی ترسناک می شد. با عبور از آن چشمم به عمارتی افتاد که شیشه جلویش شکسته بود که احتمال دادم باید کار علیرضا تابان باشد. مرد در را باز کرد و وارد راهروی سالن بزرگی شدیم که سقف بلند و گچبری های چشم نوازی که داشت نگاه را خیره خود می کرد. به سمت راه پله رفتیم و نگاه هم روی در و دیوار بود تا چیزی را از دست ندهم. بعید بود موفق شوم باز هم این خانه را ببینم. پایین راه پله خون زیادی ریخته و خشک شده که مشخصاً خون رایان ناظری بود. دفترچه ای از جیب کناری کیفم برداشتم و خودکار به دست عینکم را به چشمهایم نزدیک تر کردم. با هم از پله ها بالا رفتیم. تک تک اتفاقات ریز و درشتی که به چشمم میخورد را یادداشت کردم. مقداری را هم در ذهنم ثبت کردم. به مکانی رسیدیم که امیرعلی آن شب مرتکب قتل شده بود. نگاهم دقیق تر و حواسم جمع تر شد. خودم را جای او تصور کردم. اگر سر پله ها غافل گیر بشوم و فرد مقابل با اسلحه به سمتم بیاد چه واکنشی نشان خواهم داد؟ چند قدم جابجا شدم تا بتوانم زاویه دید او را در نظر بگیرم. با همین افکار درگیر در نیمه باز اتاقی که روبرویم بود را با نوک کفش کامل به عقب هل دادم و وارد شدم. با دیدن خون مارال اعتمادی که روی دیوار و ملافه سفید روی تخت قابل مشاهده بود، حس خفگی و انزجار به من دست داد. هر چیزی که به خاطر سپردنش می توانست گره گشای مجهولات پرونده ها باشد، در ذهن بایگانی می کردم. از مرد همراه هم پرسیدم: جسد علیرضا تابانو کجا پیدا کردین؟ با دست به همان محلی که من ایستاده بودم اشاره کرد و گفت: همونجا که الان شما وایستادین. به اطراف نگاه کردم. اثری از لکه های خونی که نشان دهنده خودکشی علیرضا تابان باشد روی در و دیوار پیدا نکردم. فقط کمی جلوتر مقداری خون خشک شده روی زمین بود. این مسئله کمی مشکوک بود. از اتاق بیرون زدم. به همان محلی برگشتیم که علیرضا مرتکب قتل شده بود. یک دور دیگر همه بررسی هایم را از نظر گذراندم. چشم ریز کردم که گوشه دیوار چیزی توجه هم را به خود جلب کرد. سرم به سرعت سمت مرد چرخید و گفتم: ببخشید آقا. بله ای گفت و همون جایی که نگاه خیره‌ام به سمتش جلب شده به اون نشان دادم و گفتم: اون چیه بالا کنج دیوار؟ کمی دقیق شد. قدمی به همون طرف برداشت و بی سیم را بالا آورد.